این گوشی توی دست منو میبینی، سامسونگ استاین پلاس، تقریبا 4 سال پیش با قیمت 4 میلیون تومان خریدمش و از همون موقع تا الان حدود 5 برابر قیمت همین گوشی رو ازش درآمد داشتم. چطوری؟ با عکاسی صنعتی. مگه به کسی که با گوشی عکاسی میکنه پولم میدن؟ مگه اصلا با گوشی میشه عکاسی صنعتی کرد؟ بله میشه، خوبش هم میشه. فقط کافیه که یه نور خیلی خوب داشته باشی. عرفان هستم و خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه از من. قراره که امروز بهتون یه لایت باکس خیلی خفن معرفی بکنم که اگر داشته باشیدش انگار که یه استودیوی کوچیک خونگی دارید و از این بابت میتونید حتی با همین گوشی توی دستتون هم عکاسی بکنید و پول خیلی خوبی در بیارید. فقط کافیه که بخواید. با من همراه باشید، بزن بریم. قبل از هر چیزی اگر که این ویدیو رو دارید از اینستاگرام میبینید، خیلی خوشحالم میکنید که همین الان ویدیو رو لایک بکنید و نظراتتون رو بعد از اتمام ویدیو توی کامنت ها برای من بنویسید. اگرم که دارید این ویدیو رو از یوتیوب میبینید، دمتون گرمه و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلش هم فعال بکنید. این کارتون به من خیلی انگیزه میده و باعث دلگرمی منه. قبل از هر چیزی آقا لایت باکس چیه؟ تو نرو به ما بگو اصلا لایت باکس چیه. لایت باکس یه جعبه است، یه باکسیه که توش نور داره به خودی خود و شما میتونید داخل اون جعبه، حالا بسته به سایزش، ممکنه 40x40 باشه، ممکنه 50x50، 80x80، 90، حتی 100x120x150. استاپ ایت. داخل اون میتونید محصول و هر چیزی که دارید رو بذارید و عکاسی بکنید. آقا پس خیمه عکاسی چیه؟ ما خیمه عکاسی هم شنیدیم. بله خیمه عکاسی هم داریم. جفتشون واسه عکاسی از محصول استفاده میشه، اما خیمه عکاسی به خودی خود نور داخلش وجود نداره و باید با استفاده از نورهای مختلف مثل سافت باکس ها از بیرون نور بتابونی بهش. اما لایت باکس ها تفاوت مهم و بزرگی که با خیمه های عکاسی دارن اینه که داخل خودشون، داخل بدنشون نور تعبیه شده، LED های پرقدرت تعبیه شده و دیگه نیازی نداریم که دوباره از نورهای جداگونه هم استفاده بکنیم. این لایت باکس خیلی خفنی که دارید پشت سر من می‌بینید از برند لایف آف فوتو هستش و سایزش هم 50x50، یعنی شما به راحتی میتونید هر محصولی رو تا حدود 30-40 سانت قطر و اندازه داخل این لایت باکس قرار بدید و به راحتی ازش عکس بگیرید. به درد چه کسایی میخوره؟ کسایی که فروشگاه اینترنتی دارن، میخوان از محصولاتشون خودشون زمین سفید با موبایل یا با دوربین عکاسی بکنن. بدون کوچکترین سایه‌ای میتونید محصولتون رو داخل این باکس قرار بدید و یه تصویر خیلی تمیز و صاف و مرتب بدون هیچ مشکلی ثبت بکنید و با کمترین ادیت آپلودش بکنید روی سایت. کسایی که توی شبکه‌های مجازی فروشگاه دارن، به راحتی میتونید عکس محصولتون رو داخل این باکس‌ها بگیرید، دوربری بکنید و روی یک طرح، روی یک قالب خاصی که دوست دارید بنازید و ازش استفاده بکنید. و حتی برای کسب و کارهای خونگی خیلی مناسبه. جای خیلی کمی میگیره و به ما این امکانو میده که هر وقت خواستیم بازش کنیم، استفاده کنیم، جمعش کنیم و بذاریمش کنار. خیلی راحت میتونیم بدون نیاز به حضور یک عکاس و بدون نیاز به نور خیلی خاصی توی کل محیط از محصولاتمون عکاسی بکنیم. خب درسته که محصول اینجاست، ولی اول با هم دیگه بریم آنباکسش رو ببینیم و برگردیم ببینیم که چه چیزایی داخل جعبه‌اش داره و با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. خب جعبه جذاب محصول رو میبینیم که خیلی هم مقاومه. بریم بازش بکنیم و ببینیم که داخلش چیا داریم. خود باکس رو داریم و یه سری بک‌گراند. او اینجا موند. دوتا بک‌گراند دیگه هم هست و دیگه داخل جعبه چیزی نیست. خیلی خب بک‌گراند رو میذاریم کنار و بریم سراغ خود باکس. آداپتور محصول داریم که یه آداپتور 60 واتی دیمر داره و اینم پورت ورودیشه و این قسمت هم که خروجیشه و در ادامه بهتون توضیح میدم. اینم که کابل آداپتور هستش که یه کابل تقریبا 2 متری هستش. دیگه توی این قسمت جلوی چیزی نیست و اینم که برند لایف آف فوتو که روی خود بدنه باکس خورده و بریم که بازش بکنیم. اینجا یه دریچه داریم برای عکاسی و البته بالای باکس هم سیمی رو داریم که از اون سمت وصل شده به LED های داخل که الان بهتون نشون میدم. این قسمت 240 تا LED خیلی قدرتمند قرار گرفتن و البته که دریچه بالایی باکس رو هم ما اینجا داریم برای اینکه بتونیم از بالا هم عکاسی یا فیلم برداری بکنیم. خیلی خوب، اینم از خود باکس و بریم سراغ بک‌گراند ها. 4 تا بک‌گراند اینجا داریم. او این چیه؟ یه دونه پارچه دیفیوزر هم اینجاست. پارچه دیفیوزر رو کاربردش جلوتر بهتون میگم، ولی بدونید که برای نرم کردن نوره. بریم سراغ بک‌گراند ها. 4 تا بک‌گراند داریم. بک‌گراند سفید، نارنجی که چسبم دارن، مشکی و توسی. خیلی خب اینم از این، اینم از تمامی اجزایی که داخل باکس وجود داشت. بریم سراغ ادامه ویدیو. همونطور که گفتم 240 تا LED روی سطح لایت باکس قرار داره که نور رو از بالا به پایین میتابونه و باعث میشه که با کمترین سایه یا بعضن بدون هیچ سایه ما بتونیم از محصولمون
عکاسی کنیم. دست منو میبینید؟ یه همچین نور خیلی خوبی رو میتونید داخل این لایت باکس داشته باشید. خب بریم سراغ ستاپ کردن لایت باکس، ببینیم چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. اطراف بدنه لایت باکس کاملا چسبی هستش همونطور که دارید میبینید و به راحتی به همدیگه متصل میشن بدون هیچ فشار خاصی. خیلی خب، بریم آداپتور رو وصل بکنیم. همونطور که توی تصویر میبینید نری و مادگی آداپتور رو به هم وصل میکنیم و پیچشون هم سفت میکنیم. تمام. من از بک‌گراند سفید میخوام استفاده بکنم و نور داخل لایت باکس رو به راحتی میتونیم با استفاده از دیمر اون کم یا زیاد بکنیم و البته کلوین اونو هم همونطور که گفتم میتونیم تغییر بدیم که یه مزیت براش محسوب میشه. خیلی خب، در باکس رو میبندیم و دریچه رو باز میکنیم. خب من اول یه لنز داخل باکس گذاشتم و میخوام ازش عکس بگیرم. نتیجه شد این. یه زاویه دیگه ای رو هم با هم دیگه تست میکنیم ببینیم که تو اون زاویه چه شکلی میشه. خیلی خب، اینم از این زاویه. یه دونه ریش تراش داخل باکس میذارم و بوم، خیلی راحت به همچین نتیجه میرسیم بدون هیچ ادیتی و البته یه ماگ سفید جذاب که نتیجهش میشه این. و بریم سراغ مجسمه فلزی برج خلیفه و در نهایت نتیجه میشه این. حالا میخوام یه کتاب بذارم داخل باکس و از بالا ازش عکاسی بکنم. دریچه بالا رو باز کردم و نهایتا نتیجه میشه همچین چیزی که داری میبینید. همونطور که گفتم دو تا دیمر روی آداپتور محصول داریم که یکی از اونها برای تنظیم شدت نور و یکی دیگه از اونها هم برای تغییر دمای رنگ کلوین نور هستش. همونطور که توی این تصویر هم دارید میبینید خیلی راحت ما میتونیم دمای رنگیمون رو تغییر بدیم و تو حالتهای مختلف عکاسی بکنیم. خیلی خب، میخوام پارچه دیفیوزر رو داخل باکس قرار بدم تا به شما کاربردش رو بگم و البته اینو هم بگم که از اجسام شیشه ای هم به راحتی میتونید داخل این باکس عکاسی کنید، مثل همین قابی که دارید میبینید توی تصویر. به راحتی من تونستم همچین تصویری رو ازش داشته باشم. خیلی خب، این عکسی که دارید میبینید بدون استفاده از دیفیوزر گرفته شده و این عکس با استفاده از دیفیوزر. به درش دقت بکنید تفاوت ها حس میشه. یا مثلا این ظرف شیشه ای، به داخلش دقت بکنید رگه های نور رو میبینید. اینجا با استفاده از دیفیوزر ما تونستیم نور رو کاملا نرم بکنیم. 4 تا بک‌گراند جذاب هم داریم. همونطوری که قبلا گفتم این 4 تا بک‌گراند سفید، مشکی، خاکستری و البته نارنجی جذابه که روی این محصولمونم خیلی نشسته. بریم چند تا عکس جذاب هم با دوربین ببینیم. این عکس تبلیغاتی فوق‌العاده یا همون ریش تراش قبلی، البته این بار با دوربین، یا این انار گچی خوشگل، یا حتی اسپری رکسونا روی بک‌گراند توسی که فوق‌العاده شده. حتی کیف دوربین هم اینجا جذابیت خاص خودشو داره. به جزئیاتش نگاه کنید، محشره، واقعا فوق‌العاده است. پس این محصول دو تا ویژگی خیلی جذاب داشت. یکی اینکه آداپتور دیمردار داره و به ما این امکان رو میده که شدت نور و دمای اون رو تغییر بدیم که دست عکاس رو کاملا باز میذاره برای اینکه بتونه نورهای مختلف و دمای رنگی مختلفی رو روی عکسش داشته باشه. و دومین ویژگی وجود 4 تا بک‌گراند با رنگ‌های مختلفه که دست ما رو کاملا باز میذاره و میتونیم خیلی راحت روی هر بک‌گراندی که خواستیم، هر سوژه‌ای که خواستیم رو بذاریم و عکس برداری یا فیلم برداری بکنیم. خیلی خب، ممنون از فروشگاه اینترنتی آرتا الکتریک که این محصول رو برای بررسی در اختیار من گذاشتن. و اگر که تمایل داشتید این محصول رو خریداری بکنید میتونید از طریق آیدی که داخل کپشن و البته دیسکریپشن یوتیوب گذاشتم وارد پیجشون بشید. از طریق پیج یا سایتشون این محصول رو توی مدل‌ها و سایزهای مختلف خریداری بکنید. باور کنید خیلی از ماهایی که تلاش میکنیم از عکاسی درآمدزایی بکنیم نمیدونیم که با همین گوشی توی دستمون هم میتونیم فقط با داشتن یه نور خوب عکسای خیلی خوب بگیریم و رزومه خیلی خوبی داشته باشیم و هر جایی که رفتیم این عکسا رو نشون بدیم و بگیم آره اینا رو با گوشی گرفتم. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه و برای شمایی که دنبال درآمدزایی از موبایل هستید مفید بوده باشه. و مرسی از همتون، دمتون گرم، خدا نگهدار.